Marcel, where are you going with that disc? You are not putting that on again. Marcel, okay, if you press that button, you are in very, very big trouble. آقا من واقعا متوجه نمیشم، یعنی من نباید یه هفته آرامش داشته باشم، نه خدایی نباید داشته باشم، یعنی من میدونم دیگه کلن این اهالی دنیای سرگرمی ورداشتن گفتن نادر امرای چیا دوست داشته، بیاین دونه دونه ورداریم خاطرهاشو خراب کنیم، یعنی به فرنزم رحم نکردین، یعنی به خاطرات 20 سال پیش ما هم رحم نکردین، اپیزود ویژه فرنز رو میخواییم با حضور کیپاپ بی تی اس؟ جاستین بیبر رو یه سری دیگه پخش کنیم. این اینا هستن؟ So you listen to a lot of Justin Bieber? Is that what we're gonna... Justin Bieber? Justin Bieber. Good. I like that answer. That's perfect. بابا اینا موقعی که فرنز داشت پخش میشد اصلا به دنیا نیومده بودن. آخه آدم یعنی واقعا میمونه چی بگه. این اپیزود ویژه که هی تاخیر میخورد، هی مشکل براش پیش میاد، کلی شایعه دور و برش بود، آخر سر قراره که توی تاریخ 6 خرداد از HBO Max پخش بشه. تو رو خدا خراب نشه دیگه. آخه مگه میشه ریچل و مانیکا و فیبی و جوی و راس و چندلر بینگ و جنیس و گانتر یه جا باشن بعد بشه؟ 3, 4, 5. Eh? Blue, blah, flu, flank. Good job. Thank you. اینی میشه بد بشه؟ میشه لطفاً بد نه؟ این رو خراب نکنی. ولی تا اونجایی که ما یادمون میاد قدیما رسم این بود که استدیوهای بزرگ و چه بزرگ چه کوچیک همچی بدون هیچ سر و صدایی میمدن بازیشون رو معرفی میکردن، آخرش هم به تاریخ عرضه میدادن. تاریخ عرضه هم همچی دور نبود، خیلی هم بعید بود که این تاریخ عرضه مثلا 4 سال بعد باشه و بعدم یه بازی عرضه میشد. حالا دیگه قربونش برم یه جوری شده که برای تریلر رونمایی از بازی هم تاریخ عرضه مشخص میکنن، تازه این تریلر هم خودش تاخیر میخوره. یعنی ببین واسه چقدر درامه. روی صحبتم با دوستای عزیزمون توی ای ای و دایس که با توییت مرموز که هرچی میکشیم از این توییت مرموز هاست خیلی سوسیتور اشاره کرده که توی ماه ژوئن که میشه خرداد تیر خودمون باید منتظر تریلر و عکسای جدید از بازی بتلفیلد 6 باشیم. حالا دیگه ما نمیدونیم دیگه، این همه داره میگه این نسخه میترکنه و فلان و بیمان، وایسیم ببینیم چی میشه دیگه. یارو برای تریلر رونمایی از بازیش تاریخ عرضه میگه، خب من اون تریلر رو چیکارش کنم؟ نه جدی با اون تریلر چیکار کنم من؟ واقعا چه انتظاری از من مخاطب دارین ها؟ ها؟ یه دقیقه وایسا، نه یه دقیقه، 25 25 تا بازی انحصاری که نصفشون مجموعه جدیدن. اصلا مگه میشه؟ بله جناب هرمن هالست رئیس استدیوهای جهانی سونی هفته پیش توی مقاله‌ای که توی مجله وایرد منتشر شده بود اعلام کرد که من هیسل مجموع حال گردین من هیسل مجموع استدیوهای بازیسازی پلی استیشن در حال ساخت 25 تا بازی هم که تازه نصفشون مجموعه‌های جدیدن کلا. آقا شما یه دقیقه نگاه کن، بند و گوریلا و اینسامنیاک و ساکر پانچ و ناتی داگ و مدیا مالیکول و پولیفانی و کلی استدیوی دیگه، این همشون دارن برای پلی استیشن بازی میسازن. ای وای من، یعنی یعنی جیم ران بنده خدا میگفت PS5 بیشتر از هر کنسول دیگه سونی انحصاری داره. ای وای آقا من این از اول گفتم، این رقابت کمپانیای بزرگ همش در نهایت به نفع ما میشه. دیدین حالا جن لایک داره پیش مینیام ها؟ نه نگم براتون از گلدن گلوب، یعنی خدا نخواد این هالیوودیا با یکی بد بشن، یه کاری میکنن که طرف اصلا از صحنه روزگار و حیز انتفاع ساقط بشه. یعنی آقا کلا هالیوود یه مدتی بد جوری گیر سپیش داره به گلدن گلوب که شما توی انتخابات داوراتون نژاد پرستین و نمیدونم کلا قوانینتون مشکل داره و اینا، یعنی اینقدر گیر دارن که یه سری قوانین رو بچا کلا بازنویسی کردن. تازه امسال هم که کلی بیننده‌اش کمتر شده دیگه، نور علی نور. حالا هفته پیش شبکه NBC که همیشه این مراسمو پخش می‌کنه گفته آقا چون تغییرات نیاز به زمان داره ما گلدن گلوب 2020 رو پخش نمی‌کنیم، یعنی تا این تغییرات رو ما ببینیم
به 2022 نمیرسه. اگه بچه خوبی باشی شاید 2023 بخشه. آقا مگه مدرسه؟ آقا ناظمه مگه؟ یعنی اصلا اوضاع به قدری بچه‌ای که اصلا میگم ممکنه امسال گلدن گلوب نداشته باشیم. یعنی آقا ناظم اخراج کرده. این وسط تازه تام کروز هم 3 تا گلدن گلوبی که برده بود و پس فرستاد. یعنی به اصطلاح شده هدیه رو وا نکرده چسب اسکاچ، کاسپر اسکای. آها مغز اعصاب. نه 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 نه، هدیه رو وا نکرده عصر فرستاد. بله بله بله. آقا به خدا بنده ی حقیر چندین ساله که دارم تو دنیای گیم همینطوره یول میخورم و جستجو میکنم تا حالا این عبارت سوپر گیم رو نشنیدم. اصلا یعنی چی؟ سگای عزیز که الان چند سالی به شدت داره دست و پا میزنه که بتونه یه مقداری از موفقیت قدیمش رو تکرار کنه، هفته پیش گزارش مالی منتهی به مارس 2021 رو منتشر کرد و توش گفت که اونا یه برنامه 5 ساله برای عرضه سوپر گیم دارن؟ بله. این که میگی یعنی چی؟ هایی که گفتی یعنی چه؟ بله عرض میکنم، یعنی که یه بازی که اولش ممکنه سود خیلی زیادی نداشته باشه اما چون تو کل جهان فروش میره خیلی سگا پولدار میشه. واقعا من حس میکنم بچه ها توی سگا اسرار پولداری رو شکستن، یعنی کلن تجارت ویدیو گیم رو هک کردن، اصلا کرک شد، اصلا تونستن همه مشکلات رو حل کنن، از این بعد همه سوپر گیم بدن که پولدار شن دیگه. سگای عزیزم شما به جای این جینگولک بازی ها برنگرد یه بازی مثل سونیک فورسز عرضه کن که آدم تشنج بگیره وسطش همجی بگیره. سوپر گیم پیش کشت. داشتم هرس نمیخوردم این هفته اما دیگه سگا مجبورم. سگایی تو لامستم.